رد پای آمریکا در ساقط سازی چرخبال ابراهیم رئیسی و همراهانش. جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران میگوید که آمریکا یکی از مقصران کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری این کشور و همراهان او در سانحه سقوط چرخبال است. جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران روز دوشنبه 31 سور گفت علی‌رغم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری آمریکا فروش قطعات هواپیما و هوانوردی را به ایران تحریم کرده است. او همچنین گفته که آمریکا یکی از مقصران کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور و همراهان او در سانحه سقوط چرخبال است. این دیپلمات ایرانی ضمن تحسین شخصیت و توانایی های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت ایران شرایط سختی را گذرانده است و از این شرایط نیز عبور خواهد کرد. در این حال رژیم اسرائیل دخالت در جان باختن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و تیم همراهش را رد کرده و اعلام کرده که هیچ دخالتی در این رویداد نداشته است. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که این رژیم در سقوط چرخبال ابراهیم رئیسی که منجر به مرگ او و هیئت همراهش شد دخالتی نداشته است. پیشتر رسانه های ایرانی از جان باختن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این کشور در سانحه سقوط چرخبال خبر دادند. بر بنیاد گزارشات تمام سرنشینان این بالگرد جان باختند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران ضمن ابراز تاسف از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و تیم همراه او گفته رئیسی خستگی نمی شناخت. او همچنین 5 روز در این کشور اعضای عمومی اعلام کرده و گفته که در این مدت آقای مخبر طبق اصل 113 قانون اساسی در مقام مدیریت قوای مجری قرار می گیرد و موظف از به همراهی رؤسای قوای مقننه و قضایه ترتیب دهند که ظرف حد اکثر 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. بدنبال جان باختن سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک سانحه هوایی دولت پاکستان 1 روز اعضای عمومی اعلام کرد. و در پایان واکنش های رهبران سیاسی و طالبان به جان باختن ابراهیم رئیسی. دفتر نخست وزیر طالبان امروز دوشنبه 31 سور اعلام کرده که این گروه به خانواده های قربانیان ملت و حکومت ایران تسلیت می گوید و در این غم خود را شریک می داند. در این حال شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز با نشر اعلامیه جان باختن رئیس جمهور ایران و سایر مقام های آن کشور را تسلیت گفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود افزوده است که ما در این شرایط دشوار و در این غم و مصیبت بزرگ در کنار دولت و ملت بزرگ ایران هستیم و خود را شریک این ماتم می دانیم. جبهه آزادی افغانستان نیز جان باختن رئیس جمهور و سایر مقام های ایران را در سانحه هوایی تسلیت گفته و افزوده است که مردم ایران سالهای سال میزبان میلیون ها هموطن ما بوده و در سالهای سخت و دشوار در کنار ما ایستاده است. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق نیز این حادثه را به مردم ایران تسلیت گفته و افزوده است که برای ایران اسلامی ثبات و اقتدار روز افزون آرزو می نماید. محمد کریم خلیلی رهبر از وحدت اسلامی افغانستان نیز این حادثه را تسلیت گفته و افزوده است که با مردم دولت ایران ابراز همشریکی و همبستگی می کند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز جان باختن رئیس جمهور و سایر مقام های ایران را تسلیت گفته است. بسیاری دیگر از شخصیت ها و چهره های سیاسی افغانستان نیز به این حادثه واکنش نشان داده و با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.